هموطنان نازنینم سلام، امیدوار هستم در هر جای دنیا که هستین جور صحتمند باشین. یک بار دیگه کریم اسیر هستم در برنامه در جستجوی نیازمند در خدمت شما هموطنان نازنینم، و خداوند متعال توفیق عمل نصیب کرد که یک بار دیگر آمدیم به یکی از منطقه هایی که در اینجا مشکلات آب آشامیدنی وجود داره، و همچنان خوشبختی دیگه ایجی است که در کنار یک مسجد که در اینجا تازه در حال تأسیس شدن و اعمار شدن است آمدیم در خدمت شما هموطنان عزیزم، و قرار است که در اینجا امروز یک چای یا افر یک چای افتتاح کنیم و به خیر خوبی کارش شروع کنیم. اول سلام میکنم برای اهالی محترم از این منطقه قربانتان، و می خواهیم که اول پرسان کنم که در این منطقه آیا امی چای که قرار است که اعمار شود و افر شود چقدر سهولت بر از این منطقه میره؟ این که از جناب شما پرسان کنم. سهولت های زیاد میره. اول ای که سلام، دومی که از آمدن شما خیلی بسیار زیاد ممنون، تشکر، لطف کردین. یک خدمت است که به جامعه میکنین شما، امشالله یک کار بنیادی است و اجرام داره چون صدقه جاری است. در پالوی از این مردم امشالله امی از آب از این استفاده کنند، مستفید شوند، همیشه به حق شما دعا خواهد کرد. خدا خیرتان بده، مشکلاتشان رفع میشه امشالله، زنده باشین. و بین که از جناب قاری صاحبم بپرسیم در ارتباط فضیلتی که به خاطر امی آب دادن برای دیگران است که چقدر این فضیلت داره. بسم الله الرحمن الرحیم. چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث. وقتی که انسان فوت میکنه همه اعمالش قطع میشه، به جز سه عمل است که بعد از موتش هم الله رب العزت برش پورا اجر و پاداش برش میرسونه، که یکی صدقه جاری است، حفر و چا است، مثلا مدرسه آباد کردن است، مساجد اعمار کردن است، و کارهای عمل منفعی که مردم از او سود ببره تا به قیامت انسان سلسله به سلسله ثوابش به دوستان میرسه. الله دوستان توفیق بیشتر نصیب بگرداند. تشکر جناب قاری صاحب. و ناگفته نمانه که این حفر چا در اینجا با کمک مالی برادر عزیز ما قیس هاشمی از کشور استرالیا انجام خواهد شد، که طبق معمول در این برنامه وقتی کارش آغاز کردیم تا ختم کارش انشالله و رحمان که ما هستیم به تصویر میکشیم و دانه دانه حساب میتیم که این چا چقدر حفر شده، چقدر مبلغ در اینجا هزینه شده، و تمامش به صورت بسیار واضح خواهد بر شما هموطنان عزیزم که برنامه رو تماشا میکنین تقدیم کنیم. و از افسرخان که مسئولیت حفر از این چا داره بین پرسان کنیم که جای دیدی مناسب است انشالله و رحمان. جای خوب جای است، صبح بخیر شروع میکنم کارم انشالله، سر از فردا انشالله و رحمان کارو شروع میکنم، بخیر پیش میبرم، کوشش میکنم هر چقدر چکر شد. درست. چقدر یعنی به نظر خود تخمینن که این چا حفر خواهد شد؟ میزنم یا 100 متر 800 متر کوشش میکنم کنده شد، کوشش که انشالله و رحمان 100 و تا بیشتر از 100 اگر پیش بره بسیار خوب میشه. بیشتر از 100 بیشتر از 100 انشالله و رحمان. همتنای نازنینم تشکر. هموطنان نازنین انشالله و رحمان که از جریان حفر از چا هم بر شما تصویر خواهد گرفتیم و تقدیمتان خواهد کردیم تا الهی که ای چا انشالله و رحمان افتتاح میشه و مورد بهره برداری قرار میگیره. و همچنین قابل ذکر است که هموطنان نازنین که این ویدیو رو تماشا میکنن، این مسجد به هزینه شخصی یکی از اهالی همین منطقه حاجی صاحب غلام محی‌الدین ساخته شده، زمین شخصی شان است و اونا ایرا در راه رضای پروردگار همینجا آباد ساختن، و هموطنان عزیزی که توانایی دارن و میخوان که در اعمار از این مسجد سهم بگیرن، اونا هم میتونن که با ما در تماس شوند، چرا که تا این قسمت کار مسجد پیش رفته و انشالله رحمان درست منزل بالاش میمانه. و این تاکای مسجد که در ساخت در اعمار است و منزل بالاش هم که هنوز کارش شروع نکردن، مشکلات مالی طبعا وجود داره. هموطنان نازنینی که این ویدیو رو تماشا میکنن و میخوان که در آباد کردن این مسجد سهم بگیرن، میتونن با ما به تماس شوند و آدرسشان از نواقات قلعه بختیار دارلمان
در دارلمان نوآباد قلعه بختیار که میتونن که امرای ما به تماس شوند. انشالله و رحمان ما با اهالی از این منطقه در تماس هستیم. بین که در ختم از این پروگرام امی افتتاح از این کار با دعای خیری از توسط قاری صاحب هم به پایان برسنیم. هموطنان نازنینم انشالله و رحمان که در دیگه ویدیو در خدمت آن خاط بودیم، یک بار دیگه من سپاسگزاری میکنم از فامیل هاشمی که در مجموع اونا با ما همکار هستند، بخصوص از برادر ما قیس هاشمی و از مادرشان بی بی حاجی هم که همیشه دعاگوی ما هستن و پیام میکنن، تماس میگیرن و همیشه ما را در دعایشان شامل ساختن. خداوند اجر عظیم نصیبشان کنه و از طرف ما خدا نگهدار با ختمانه جناب قاری صاحب برنامه را به پایان میرسانیم. تشکر. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل العواقب كل امورنا بالخير، فاللهم خير حافظا وهو ارحم الراحمين. پروردگار دوستایی که در حفر از ایچا سهم دارن و سهم گرفتن، پروردگار سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت نصیبشون بگرداند. خداوند این صدقه جاریه ای که انشالله سالهای متمادی انشالله مردم از استفاده میکنه قبول بفرمایه. خداوند دوستا را در عمرشان، در مالشان، در اهل بیت اهل و عیالشان برکت و خیر ایجاد کنه. بیانزه پروردگار دوستای دیگری که شایق هستن که در کارهای عام المنفعه سهم بگیرن، الله اونها را هم توفیق بده و دوستا را هم توفیق بده که در اینجا زمینه را برشان مساعد بکنن. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و صحبه اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیزم سلام، امیدوار هستم که در هر جای دنیا هستن جور صحتمند باشین. یک بار دیگر کریم اسیر هستم از چنل کال فنز در خدمت شما نازنینا و امروز آمدیم و شاهد افتتاح بمبه باشیم، چاه عمیقی که توسط برادر ما قیس هاشمی از کشور استرالیا همکاری کرده بودند برای منطقه مردم قلعه نو بختیار چاردهی کابل و خوشبختانه امروز کارش به اتمام رسیده. بین که در این ویدیو ختم قرآن عظیم شان و خیراتی که صورت گرفته و افتتاح از این بمبره تماشا کنید. انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. الله اکبر الله اکبر لا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن.
وادخلنا في الجنة ببركة القرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر منسى وعلى صراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا. فاكتبنا على التمام وارزقنا داء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ردا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. پروردگارا ای ختم قرآن عظیم شانه خدا خاصا لله برواح همه انبیاء علیه صلات و سلام تحفتا ثوابش برسانی، خصوصا روح پرفتوح معلای مزاکای منور مقدس جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم خدا ارواحشان را خوشنود داشته باشید. ارواح صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین، مجتهدان دین، همه اولیاء الله رحمت الله علیهم اجمعین را ارواحشان را خوشنود بگردان. یا الله کریم و رحیم، هر کس که حاجات داره حاجات شریعشان را برآورده خیر بگردان. کسی که مریض داره به فضل و کرمت شفای عاجل و کامل، شفای ظاهری و باطنی نصیبشان بگردان. و یک برادر ما که قیس هاشمی نام داره از استرالیا کمک کردن به این مسجد ما، یک چای عمیق زدن، چای جور کردن به خاطر از اینکه مسلمانان از آب از استفاده کنند. خشکسالی است، مشکلات آب در هر جای زیاد است. خداوند تعالی در دین و دنیا کتش کمک کنی. پروردگار هر حاجات که داره حاجات شریعشان خدا برشان پورا بگردانی. پروردگار مشکلاتشان حل بگردانی. یا الله سعادت ابدی و سعادت داره نصیبشان بگردانی. خود شکل فامیلشان کتی اهل اولادشان خدا آرام داشته باش. پروردگار ترقی ایمانی نصیبشان بگردان. در رزقشان برکت پر تو، خدا در عمرشان برکت پر تو. پروردگار در صحت و سلامتشان برکت افزایش کن. اللهم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و آله و عترته بعدد کل معلوم. السلام علیکم. سبب دفع بلاها و مصیبت ها از سر همه کسایی که دیگه سهم گرفتن بگردانی. پروردگار کریم سبب نزول رحمت بگردانی. یا الله کریم و رحیم، هر کسی که دیگه کار خیر اشتراک کردن پروردگار، یک بر صد در دنیا بتی، یک بر هزار در آخرت برشان بتی. پروردگارا سر بلند سرخوی با عزت داشته باشن. و دوستای ما که اینجا تشریف آوردن، خدایا آفت و درد و بلا و مصیبت از سرشان دور بگردانی. خدایا دلایشان خوشحال بگردانی. پروردگارا غم ها را از سر همه مسلمانان خصوصا ناظر مجلس ما دور بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه و نور عرشه محمد و علی آله و اصحابه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، زیاد وقت شما را نمیگیرم، مختصرن به خاطر از اینکه دوستایی که در کار خیر اشتراک میکنن درباره فضیلتش یک چند کلمه برای شما بیان میکنیم. شان نزول آیت قرآن عظیم شان لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، صدق الله العظیم، کی کلام پروردگار است. ای آیت شریف که نازل شد، یک صحابی مبارک شنید ای آیت را که
میگن لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، شما هیچ وقت به مقام و مرتبه نیکی رسیده نمیتونین تا که بهترین چیزی که در دلتان شیرین است بر رضای خداوند صدقه و نفقه کنین. یک صحابی مبارک شنید دیگه پا آمد در پیش رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم، گفت قربان شما در مقام نیکی خداوند تعالی میگه کس رسیده نمیتونه تا که بهترین چیزی که در دل شیرین است بر رضای خداوند نته، در راه خدا مصرف نکنه. ما خو گفت یک باغ بسیار خوبش دارم، که در او زمانه مردم بسیار فقیر و غریب بود. گفت یک باغ بسیار خوبش دارم در مدینه منوره شریف، که باغ رسول الله برکام خوش داره، بسیار زمین خوبش داره، بسیار درختای خوبش داره، یعنی از این کده دیگه چیز بالا ندارم، من اینی میره بر رضای خداوند تعالی صدقه میکنم. قربان شوم یا رسول الله، گفت من یه به شما هدیه میکنم، شما هر چی که کدین. بازون مبارکی رو به فقرا تقسیم کرد، ببینن بهترین چیز صدقه کرد، که یعنی ما را خداوند تعالی گفته شما از مردم نیک باشین. خداوند تعالی که ما را نیک بدانه، خدا نخواسته از او خدا ما را بد نگوه، ما را نیک بگه، ما از جمله مردمای باشیم که ما نیک باشیم. جناب رسول کریم صلی الله علیه و سلام مهربانی میکنه که خیر الناس من ینفع الناس و شر الناس من یضر الناس. بهترین مردم، بهترین مردم او مردم است که خیرش به مردم میرسه، بدترین مردم او کس است که شرش به مردم میرسه. این بسیار تفصیل زیاد داره، حال در این باره اگر زیاد بگویم خو وقت زیاد میگیره. خوش به حال انسان و این برادر ما که اسمشان نوسته کرده قیس جان هاشمی، که کمک کردن در اینجا چا جور کردن به خاطر که مردم استفاده کنه از آب از این دیگه. خداوند تعالی درباره حضرت مردمونه فقط صفت کرده بود که مردم بهتره. آیات قرآن عظیم شان از درباره اون مردمه که کار خیر میکنن، و احادیث جناب رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم که براتون بیان کردیم که بهترین مردم او مردم است که خیرش به مردم میرسه، و خیر از این تا که چا است به مردم رسیده میره. این بسیار کلان کمک است به مردم، و دعای یک مؤمن میگه تقدیر هیچ چیز رد نمیکنه مگر دعای مسلمان. ببینید بسیار کلان گپ است، این مسلمانه که در به خاطر یک مسلمان دعا میکنه، دعای مؤمن در نزد خداوند تعالی قبول میشه، و خداوند تعالی هر حاجاتی که داشته باشه برای انسان حاصل میگردانه. دیگه مزیات گفتنی ندارم، اگر شما چیزی گفتنی بازم دعا میکنیم برای از برادر ما، و برای شما که اینجا زحمت کشیدین و دوستای دیگه که اینجا زحمت کشیدن، خدای پاک کلتانه خیر دارای نصیب بگردانه، پروردگار آبادی دنیا و آخرت نصیب بگردانه، پروردگار کریم و رحیم شما را سعادت نصیب بگردانه، آفت و درد و بلا و مصیبت از سرتون خدای دور داشته باشه، پروردگار مشکلاتتان حل بگردانه، با مشکل مواجه نسازیتان، پروردگار کریم رحیم درجات ایمانیتان بلند بگردانه، خداوند آفت و درد و بلا را باز هم از سرتون دور بگردانه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله. بسم الله الرحمن الرحیم. اول بر تمام ای پدرای نازنین برادرای ما که اینجا هستن سلام میکنم، برای جناب مولوی صاحب و برای هموطنای نازنینم که این برنامه را تماشا میکنن. طوری که شما در جریان هستین، چند هفته پیش که ما اومدیم کار افتتاح اینجا را شروع کردیم، همراه دگروال صاحب همینجا را برای ما نشان دادن که مردم همین منطقه به آب نیاز دارن، و خوشبختانه امروز این شاهد افتتاح ازی بنبه استیم که بخیر خوبی بتانه که مردم این منطقه را بی نیاز بسازه. جدا از او خداوند خیر بده ای برادر ما قیس هاشمی را که ایره در نزدیک یک مسجد اعمار کرده، تا که داخل مسجد بتانه مردم از آب ازی در وضو کردن و در عمرات مسجد هم ازی استفاده صورت بگیره. همیشه در پروگرام های ما هستن برادرای خیرخواه ما که از کشورهای مختلف، افغان های ما که در خارج از افغانستان هستن، و ما صرف یک وسیله ارتباطی استیم که اونا همراه ما تماس میگیرن و از ما میخوان تا که نیازمندترین منطقه را پیدا کنیم که کدام منطقه واقعا اشد ضرورت بر آب داره، و اونجا ما بریم و این خدمات تقدیم از اونا کنیم. من از برادر ما قیس هاشمی ما سپاسگزاری میکنم، و همچنین از خانواده هاشمی که در مجموع همیشان همکار برنامه هستند. اگر در برنامه با نیازمندا، با فقرا کمک کردن، مواد خوراکه کمک کردن، مواد سوخ کمک کردن، جدا از او در کارهای عامل منفعه هم گرفتن، و همین قسم هموطنهای دیگه هم داریم که در کارهای خیر با چینل کابل فنس کمک میکنن، و از طرف ما فقط اونمو هدایتی که میاد تا که بریم ساحه را ببینیم و مطمئن شویم که همو ساحه نیازمند است، و در او ساحه ما بتانیم که همین کار شروع کنیم. خداوند اونا را خیر نصیب کنه. من از طرف خود و از طرف شبکه کابل فنس از اونا سپاسگزاری میکنم، و الله متعال اونا را اجر عظیم نصیب کنه. جدا از اینکه
بنبر اینجا برای ما امروز شاهد افتتاحش هستیم و ختم قرآن عظیم شان و خیراتی که اونا ترتیب دادن از طرف از برادر ما قیس هاشمی تمام مصارف مالیش تامین شده و قسمی که هموطنان ما در جریان هستند در اخیر از این پروگرام هم دانه دانه یک افغانی از او را انشاءالله و رحمان حساب میتیم که در دنیا و در آخرت در این دار نریم که برادر ما همو قدر پول روان کرده بودن همو قدر پول در کجا و چقدر مصرف شده. ما سپاسگزاری میکنم یک بار دیگر از اهالی از این منطقه که در جریان حفر از چا با کسایی که کار میکردن اینجا همکاری کردن، خانه به خانه آب نان بر از اونا دادن استفاده کردن و خداوند اینا هم خیر نصیب کنه. از همه تان سپاسگزار هستم، از دگروار صاحب، از همه تان تشکر که لطف خوش کردین. دیگه اگر مولوی صاحب بزرگا بیان افتتاح کنن همی چاره. این همتان عزیز، این هم آب زلال ای بمبه و طبق معمول در پایان برنامه رسیدیم و میخواییم که شما هم ماشین های حساب خود گرفته و همراه ما یک جا حساب کنین که ای بمبه که امروز در اینجا افتتاح شد و ای چای عمیقی که در اینجا افتتاح شد به همت برادر ما قیس هاشمی که من از او قلبا سپاسگزاری میکنم، از خودش و از تمام فامیل هاشمی، از بی بی آجی قلبا سپاسگزار هستم که همکاری میکنن همیشه در برنامه ها و این برادرم قیس هاشمی که خداوند متعال عمرشان طولانی بسازه و خداوند متعال بیشتر و بیشتر برش بده که بتانه به خلق خدا کمک کنه. من سپاسگزار هستم. همتنای نازنین ما برادرم قیس هاشمی 140,000 افغانی را هزینه کرده بود به خاطر حفره چا در این منطقه و از 140,000 افغانی اینم براتون اینا میگم که ما چی کارا کردیم. طبق معمول 140,000 افغانی از این حفره چای که در اینجا صورت گرفت با عمق 100 متر که هر متر از را 500 افغانی امرای ما کسی که میکن قرارداد کرد و 100 متر برای ما اینجا یک چای زد. در معمولا در این مناطق در 40 متر 50 60 متر آب بیرون میشه، اما ما خواستیم به خاطر که بعدن به خاطر آب میزان آب پایین بالا میشه اما 100 متر باشه که این بمبه هیچ وقت خشک نشه، به فضل الله متعال الله خوب آب میده و انشالله و رحمان که امتو ادامه خواهد داشت. 100 متر اجاره کندیم که 500 افغانی فی متر میشه 50,000 افغانی پول فقط حفر از ایچا که برای ما حفر شده. بعد از او ما بمبه شاندیم، سمت کردیم، پایپای زیر شاندیم، تمام از این مصارف که در مجموع شده 53,000 افغانی، یعنی خود بمبه، پایپی که در داخل بمبه پایین شده و وسایلی که نیاز بوده. بعد از او بخاطر از این که این بمبه بتانه ذخیره را هم آب پر کنه، ذخیره که در مسجد قرار است که شانده شده، برای از او آوازک شاندیم با لینش و ریسمانش و پایپش و تمام چیزا مبلغ 15,000 افغانی را هزینه کردیم و این کار انجام دادیم. و امروز در این برنامه شما شاهد یک ختم قرآن عظیم و شان بودین و یک خیراتی که قابلی پلو پخته شد و
گوشت بوده و این شما میدیم مزدار مزدار برای مردم هم توزیع کردیم و احالی از این منطقه هم نشستن و این خیرات نوش جان کردن. مبلغ 21,000 افغانی را در این مصرف کردیم و 1,000 افغانی دیگه هم سنگ نوشته این بمبر که شما در تصویر دیدین نصب کردیم که الله متعال خیر نصیب کنه برای زی برادر ما. مبلغ 140,000 افغانی را به این شکل هزینه کردیم. یک بار دیگر اگر خواستن حسابی کنین از سر دیگر اینمی قسمتش تماشا کنین، دانه دانه 50,000 جمع 53,000 و جمع 15,000 جمع 21,000 و 1,000 هم از خاطر سنگ یک جای کنین میشه 140,000 افغانی پولی که برادر ما به خاطر حفر از ایچه ها بر ما ارسال کرده بود. اما دانه نازنین ما در اینجا پایان برنامه است و پایان خوش، پایانی که واقعا که قلبا خوش هستم که امروز در این منطقه مردم این منطقه که بیشتر از 300-400 فامیل زندگی میکنه از این آب بهره میبره و این آب نیاز از اونا را مرفوع میسازه. در وقتی که خشکسالی است، وقتی که آب خیلی کم شده در کابل و خصوص در نقاط مختلف کابل دوردست ها، امروز مردم این منطقه از این آب استفاده میکنن و خداوند متعال اجر ثواب از این را برای برادرم قیس هاشمی تقدیم کنه. هموطنان نازنینم، این بود برنامه‌ای که تقدیم حضورتان کردیم. امیدوار هستم که برنامه های بعدی ما را هم تماشا کنین. کامنت هایتان را میخوانم، محبت هایتان را برای من میرسه. یک دنیا سپاسگزارتان هستم. بسیار زیاد زیاد تشکر از اینکه ویدیو را تا آخرش تماشا کردین. چینل ما را سابسکرایب کنین و به گفته نورگل فروتن زنگوله را فشار بدین. ویدیوهای دیگه ما را هم تماشا کنین. تا برنامه بعدی شما را به الله پاک میسپارم. خدا نگهدار.